هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری به منطقه آسیا اقیانوسیه سفر کرده است. پس از سالها درگیری با مسائل عراق و افغانستان، واشنگتن به سوی دیگری نظر کرده. منطقه آسیا اقیانوسیه، جایی که چین در آن به قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا در زمینه ادعای حاکمیت و مناقشات ارضی منطقه‌ای موضع‌گیری نمی‌کند، اما به باور ما کشورهای منطقه باید با همکاری مناقشات ارضی را بدون توسل به خشونت، تحریک و تهدید متقابل و یقیناً بدون توسل به زور رفع کنند. هشداری دیپلماتیک به پکن که بلند پروازی‌هایش را در دریای چین پنهان نمی‌سازد و این هم واکنش رسمی پکن. آنطور که به خاطر داریم، ایالات متحده آمریکا درباره مسئله دریای جنوبی چین بارها گفته است که موضع‌گیری نمی‌کند. امیدواریم که آنها به قول خود پایبند باشند و اقداماتی در راستای تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای انجام دهند و نه برخلاف آن. چین حاکمیت خود را بر برخی مجموعه جزایر دریای چین مسلم می‌داند، از جمله جزایر پارسل که از زمان جنگ جهانی دوم در کنترل این کشور است، ولی ویتنام نیز ادعای حاکمیت بر آن را دارد. پکن همچنین ادعای حاکمیت بر جزایر اسپارتلیس و اسکاربورگو را دارد، موضوعی که به کشمکش‌های این کشور با دیگر کشورهای هممرز در دریای جنوبی چین انجامیده است. حاکمیت بر این جزایر از اهمیت استراتژیکی و اقتصادی برخوردار است، چرا که حاوی ذخایر عظیم گاز و نفت و همینطور منابع مهم شیلات است. در ماه اوت تنش‌های بین پکن و توکیو در ارتباط با جزایر خالی از سکنه دریای شرقی چین بالا گرفت، جزایری که به زبان ژاپنی سنکاکو و به زبان چینی دیایو شناخته می شود. واشنگتن و پکن دو قدرت اقتصادی نخست دنیا در حوزه‌های تجارت و بازرگانی نیز با تنش‌های روبرو هستند. از سالهای اخیر تراز تجاری طرفین به زیان ایالات متحده آمریکا بوده است. این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی 145 میلیون دلار کسری تجاری داشته، یعنی نصف رقم سال گذشته. دو قول تجاری هر یک دیگری را متهم به تقلب در تجارت می‌کنند. چین با حمایت از برخی صادراتش و ایالات متحده با ایجاد موانعی بر سر تجارت، از جمله اختلافاتی هستند که هر دو کشور در برابر سازمان تجارت جهانی مطرح می‌کنند.